بسم الله الرحمن الرحیم. مرا به خواب کافز به بارگاه قبول ظهرود نیمه شب و درس صبحگاهی رسید. معمولا بعضی شاید بگن که استاد در لحظه که قرار داریم از مرز صبح گذشته. میگم نه، با انرژی هستیم ما و شما و هر لحظه را صبح میدانیم. تشکری خاص دارم از عزیزانی که تشریف آوردن و دوستای بنایت گرامی جناب استاد جناب نایب خیل صاحب که صحبت های بسیار شیرین در باب موضوعات روز خدمت و شما ها داشتن. امروز به اساس بحث ها تصمیم گرفتیم در مورد یک موضوع بحث کنیم که او البته خواست از دوستا بودن که اونا پیشنهاد کرده بودن، در مورد احترام به همسر صحبت میکنیم که در برنامه های زندگی احترام به همسر چیست. یک کم زکام و ریزش هم دارم که صدای نسبتا کمی گرفته است، از بابت این مسئله پوزش میخوایم. احترام به همسر. همسر یک موضوع یا ازدواج یک امر مقدس در برنامه های زندگی هست و با در نظر داشت ازدواج دین مبین اسلام هم اشاره خود را داشته که تکمیل کردن ایمان و از لحاظ مطالب علم روانشناسی و جامعه شناسی هم اما ناتکمیلی های زندگی را در پرتو از این موضوع به صورت مکمل تکمیل دیدن. در باب ازدواج دو دیدگاه بسیار خوب صحبت میکنه. یک دیدگاهی هست که ای به این مسئله اشاره میکنه که گویا احترام به همسر از دیدگاه مسائل ازدواج یعنی به موضوع خواستگاری یا همون مسئله نامزدی مورد بحث است و یکیش هم میاد تحت عنوان مسئله عقد، زمانی که موضوع عقد صورت میگیره. هر دو دیدگاه نظریات بسیار جالب دارن و ثبوتای بسیار زیبا هم در باب مسئله هم دارن. اول از دیدگاه دوم شروع میکنیم، میریم به سمت دیدگاه اول. دیدگاه عقد میگه احترام به همسر زمانی که عقد صورت میگیره به معنای ازی است که موضوع محرمیت حکم فرما میشه و در همره موضوع محرمیتی که حکم فرما میشه به خاطر که در پرتو مسئله اجتماعی هم فرزندیابی مورد بس است، هم آرامش جسمی و روانی مورد بس است، ما ناگزیر هستیم دست به یک سلسله اصول های بزنیم و از همه اصول های بسیار مهم و جالب تر موضوع احترام را مطرح کرده که باید نسبت به همسر احترام داشت. دیدگاهشون جالب است و موضوع رو خدمت ما تقدیم کرد. میان در دیدگاه دوم که مسئله نامزدی هست، دانشمندانی که طرفدار این موضوع هستند که نه، احترام به همسر از باب موضوع نامزدی مورد بحث قرار میگیره. اینها دلیل معقولشان زمان صورت میگیره که فرد چله یا حلقه را در دست میکنه. از اینجاها ثبوتشان این گونه است که میگه زمانی که ما این چله و یا این حلقه را در این انگشت خود میکنیم، فلسفه وجودی از این بر مبنای از این مسئله است که اگر این را ما مورد بحث قرار بدیم نگاه میکنیم که واقعا یک رابطه بسیار مستحکم را در قبال خود داره. این دانشمندان تجربه که انجام دادن معمولا دست را به این شکل مورد بحث قرار دادن و گفتن که ما در این دست اگر نگاه کنیم این شکل یک نهاد در خود داره و در این نهاد بعضی کسا مسئولیتاشون متفاوت است. اول برگشتن به مسئله پدر و مادر و گفتن که پدر و مادر از جمله کسانی هستند که شاید یک روز با ما خداحافظی کنن. این روند برنامه های طبیعی است و یا ما از اونها خداحافظی میکنیم، خب بالاخره تا آخر زندگی با ما با یکدیگه خود نیستیم. موضوع دوم را برگشتندن به فرزندان، گفت که فرزندان هم قسمت ما از پدران و مادران خود جدا شدیم، یک روز فرزندان هم از پیش ما جدا میشن و اونا زندگی خود را به صورت مکمل آغاز میکنن. قسمت سوم مسئله را برگشتندن به دوست و رفیق. خب معمولا دوست و رفیق هم صنفی های ما برای ما تا زمان عزیز هستن که ما در یک فضا با اونا هستیم، همون زمانی که عمو محرک درسی یا برنامه فضایی به صورت مکمل تمام شد باز رابطه های دوستی هم کم کم سرتر میشه و ضعیف تر میشه در همه برنامه زندگی. مسئله دیگر آوردن تحت عنوان موضوع اطرافیان هست که معمولا اطرافیان نام از جمله کسانی هستند که اینا تا آخر با ما نیستن، یک روز جدا میشن و در نمی نهاد اونو انگشت را اینا باز کرده نتانستن، گفت اگر اونمو انگشت باز شد به معنای ازی است که دیگه این نهاد از هم میپاشه و گویا به صورت مکمل هم از بین میره. دلیل معقول از اینا در باب مسئله همی بود و امروز هم وقتی که ما میگیم چله را چرا ایره به نام انگشت چله میشناسیم در دست میکنیم، علتش فقط در هم این مسئله است که فلسفه وجودی شمین موضوع در قبال خود داره و اگر بگوییم با قلب ارتباط داره شاید حرف مزخرف باشه. قلب عاشق یک شست ما نیست بلکه یک مرکز پمپ کننده خون است که منظم خون را در سایر بدن ما پخش میکنه. دو دیدگاه در باب مسئله بود که به خدمت ما تقدیم کرد. حالا هم سر از این موضوع صحبت میکنیم که ما به خاطر که احترام به همسر داشته باشیم چی گونه بفهمیم که واقعا در مسیر زندگی که با همسر خود زندگی میکنیم کارهای ما درست است یا درست نیست. اطلاع حاصل کردن در همه این موضوع که کارهای ما در مقابل همسر ما درست است یا درست نیست این خیلی مهمتر است، باید موضوع را آگاهی حاصل کرد. یک دیدگاه بسیار زیبا است تحت عنوان نظریه سیستمی. نظریه سیستمی این گونه حکم میکنه که شماها متوجه این مسئله باشین که توسط نظریه سیستمی
میتونین همیشه اطلاع حاصل کنین که واقعا کارهای ما برای همسرمون مفید است یا مفید نیست. اگر مفید بود خوب ادامه میدیم، اگر مفید نبود در کار مثلا چند جا تغییرات ایجاد میکنیم. در نظریه های سیستمی دو دروازه هست معمولا. این یک دروازه را به نام اینپوت ها یا تحت عنوان دروازه های ورودی یا دروازه های داخلی صحبت میکنیم که اینجا مطالب داخل میشه، و دروازه دوم را تحت عنوان آوتپوت ها یا دروازه های خروجی یا دروازه های خارجی میشناسیم که از اینجا به صورت مکمل هم خارج میشه. خب معمولا ما فیدبک های زیر از کدام آدرس گرفته میتونیم؟ اینجاها یک مسئله هست تحت عنوان موضوع فیدبک یا عکس العمل. در این دروازه ها معمولا یک سلسله خاص های ما داریم، و در این قسمت دروازه ها که خروجی هاست خاص های ما یا جنبه مثبت در خود میگیره که قابل قبول است، یا جنبه منفی میگیره قابل قبول نیست. اینجا فرض کردیم کارکرد همسر است. ما خاص های ما این است که همسر از ما به ما احترام کنه، تا مورد احترام قرار بگیره، با خواسته های ما همیشه لبیک بگویه، در بعض مسائل زندگی ما را به صورت مکمل درک کنه، یار و یاور خوبتر برای ما باشه، در مسائل مالی ما را خیلی کمک کنه، در مسائل فرزندداری ما را خیلی کمک کنه. این از جمله مطالب است که خواستهای ماست، و این خواستهایی که ما در اینجا داریم از طریق دروازه های اینپوت داخل اینمی سیستم میشه. در این سیستم چرخ خود میخوره پس دوباره خارج میشه، و ما همیشه از طریق فیدبک ها که تحت عنوان مسئله عکس العمل است این موضوع را پیدا میکنیم. این نیاز نیست که همسر همیشه برای ما بگه که این حرف تو درست نیست، و این نیاز هم نیست که همسر در بعض حالات ما رو خیلی تشویق کنه که کارت به صورت مکمل خوب است. ما از آدرس فیدبک ها میفهمیم که همسر چرا با ما کم مشکلات مواجه شده، رابطهش کم با ما سرد شده، حرفش کم با ما سرد شده، در زمان ما این در خانه نمیه، همیشه سعی میکنه که لباس ها رو مطابق میل ما نپوشه، همیشه سعی میکنه در مقابل رنگ ها اختلاف نظر داشته باشه، همیشه سعی میکنه که با نظریات ما توافق کلی نداشته باشه، همیشه سعی میکنه که بعض سردی ها در امر اشتها و غیره موارد هست. زمانی که ما اینی موارد ها را به صورت مکمل در رفتار همسر مطالعه میکنیم، اینجا علامه خیر نیست. نگاه میکنیم که حتما یک جای کار لنگ شده، وقتی کار لنگ شده باید در صدد ترمیم مسئله باشیم. اگر نه در غیر از او باز به یک مشکل بسیار اساس مواجه میشیم. یعنی به این معنا که اینجاها یک مفهوم شکل گرفت، جای خود را داد به یک مسئله، مسئله جای خود را داد به یک دغدغه، دغدغه جای خود را داد به فاجعه، و فاجعه جای خود را داد به صورت مکمل به یک بحران دیگه. اگر فاجعه را اینجا بریم بحران اونجا بریم بهتر هست. ما از آدرس انمی نظری سیستمی پیدا میکنیم که بله، اونمون مفهومی که در اونجا شکل گرفته بود چند روز پیش، او زمینه را برای مسئله مساعد ساخته که امروز شاهد از این مسئله هستیم، و باید مسئله را در بدنش خونسا کرد. اگر مسئله را در بدنش خونسا نکرد، موضوع میرسه به دغدغه زندگی. وقتی که دغدغه زندگی در اینجا مطرح شد، بحران شکل میگیره. وقتی که در هم فاجعه رسید، باز دیگه موضوع خیر نیست و زندگی به صورت مکمل هضم میپوشه. علت مسئله در دیدگاه نظری سیستمی است که ما از باب نظری سیستمی موضوع را باید در نظر بگیریم و مسئله را پیدا کنیم. حالا میایم در قسمت از این موضوعی که ما به خاطر احترام به همسر خود چی کارهایی را باید کنیم که واقعا اگه احترام خوب به همسر خود داشته باشیم و مطابق زمان امروز هم گام بگذاریم. اینجاها دو موضوع را خدمت تقدیم میکنم، یکی در مورد اصول ها صحبت میکنم، و یکی هم در مورد بینش فرد صحبت میکنم. یکی در مورد اصول ها صحبت میکنم، دو در مورد بینش فرد صحبت میکنم. اولین مسئله که در امر اصول ها هست، یک احساس مثبت. یک احساس مثبت. احساس مثبت چگونه همیشه بر همسر پیدا میشه؟ یک نگاه های عاشقانه یا یک حرف عاشقانه یا یک رفتار عاشقانه زمینه را به گونه مساعد میسازه که قسمت دوپامین بدن را فعال بسازه، سیروتونین بدن را نیمه فعال بسازه. اینجا یک امر وابستگی مساعد میشه. اگر یار مناسب باشه و در چند روز سه روز پسر همین موضوع تکرار پیدا کنه، سرانجام زمینه رو برای این مسئله مساعد میسازه که یک همره وابستگی نسبی در اینجا مطرح شد، علامه به صورت مکمل خیر است و مسئله هم درست است. ولی متاسفانه ما در باب انمی احساس مثبت در کانون خانواده در مقابل همسر یکم کوشان نیستیم یا یکم ضعیفی جلوه میتیم، ولی در حالی که بسترهای مناسب در اینجا مطرح هست، جشن تولد یک بستر بسیار خوبی است، سال روز فراغت از برنامه‌های درسی یک بستر بسیار مناسب هست، خریدن یک لباس تازه که در کانون خانه آورده یک بستر بسیار مناسب هست، امروز یک روز متفاوت هست، به صورت مکمل یک بستر بسیار مناسب است، ولی متاسفانه ما از بسترها خوب استفاده نکردیم. پس احساس یک امر مثبت زمینه را مساعد می‌سازه که آغاز اصول‌هایی که احترام به همسر باشه از اینجاها شروع میشن. نکته دوم تحت عنوان مسئله اعتماد است. اعتماد هست. در برنامه‌های زندگی میگن اعتماد حرف اول برنامه‌های زندگی رو میزنه. هرگاهی که ما در زندگی از اعتماد خوب برخوردار باشیم،
با اونمو اندازه هم انتظار داریم که مورد احترام یا اعتماد دیگران به صورت مکمل خوب قرار بگیریم. بی‌اعتمادی در برنامه‌های زندگی زمینه را برای چالش و برنامه‌ها مساعد می‌سازه. همو بی‌اعتمادی از کجاها میاد؟ اول عدم آگاهی در امر مسائل اعتماد است که ما نسبت به مسئله آگاهی نداریم. از لحاظ کاراکتر عاطفی، کارکرد فیزیولوژیکی وجود یک خانم با کارکرد فیزیولوژیکی وجود یک آقا به صورت مکمل متفاوت هست. در حالت طبیعی در وجود یک خانم سه آقا جا داره. این آقا فراموش نکنه. در حالت طبیعی از لحاظ کاراکتر فیزیولوژیکی در امر مطالب عاطفی در وجود یک خانم سه آقا جا داره. یک آقا در اندیشه یک خانم جا داره، یک آقا در قلب یک خانم جا داره و یک آقا هم در آغوشش است که تحت عنوان همسرش است. آقایی که در اندیشه یک خانم جا داره، ای از جمله کس است که یا دانشمند است یا یک هیروی برنامه‌های فیلمی است یا یک فرد رویایی است که در برنامه‌های زندگی بیشتر اوقات برایش الگو تمام شده و هیرو به صورت مکمل هم دوز داره و در اندیشه‌اش است و هیچ غیر فراموش کردن نمیتونه. یک امر طبیعی در امر مسئله است. آقایی که همیشه در قلب یک خانم جا داره، ای از جمله کس است که یا برادرش است یا بچه کاکایش است یا یکی از اقاربش است که واقعا بالاش خیلی اعتماد میکنه. وقتی خیلی بالاش اعتماد میکنه، بیشتر اوقات در برنامه‌های زندگی قهرمانش هم بوده، هیره بیشتر انعکاس میتوان جلوان پیدا میکنه. و یک آقای دیگه در امر برنامه زندگی کس هست که هم آغوش هست، در آغوش بوده میتونه. ولی بی‌اعتمادی زمان صورت میگیره که ما از نمی همر به صورت مکمل آگاهی نداریم. وقتی که آگاهی نداشتیم، این خانم وقتی که از این دانشمند صحبت میکنه یا وقتی فردی که در قلبش هست صحبت میکنه، ما فکر میکنیم که نه، رفتار در جای دیگه رفته و علامه خیر خیر نیست، ما رو مشکل هم مواجه کرده. اما در حالی که موضوع بوده نمیتونه. یک نمونه بسیار خوردش در برنامه زندگی است. یک قسم اگر مطالعات در امر کارکردهای عاطفی یک خانم و آقا داشته باشیم، خیلی مطالبه های دیگر هم پیدا میکنیم که چیزهای دیگر هم جا داره. نمونه بارزش همین مسئله بود، خدمت شما تقدیم کردم. سه، برمیگردیم به موضوع احترام. میگه احترام یک مسئله حتمی در امر برنامه های زندگی، ولی متاسفانه که احترام هم نیازمند بعض اصول ها هست که ما احترام رو در خود داشته باشیم. متاسفانه در جامعه افغانستان ما دغدغه ها آنقدر زیاد هست که به شمول ما، همه ما و شما احترام را فراموش کردیم و نسبت به برنامه همسر احترام نداریم. اکثر اوقات فکر میکنیم که احترام فقط در باب از این مسئله است که در مقابلش قرار گرفتیم و گفتیم خوش آمدی، سلام علیکم، حال شما خوب است، حال اوقات شما خوب است. هم در حالی که احترام به اشکال های مختلف صورت میگیره. یک امر مفاهیم هست که تحت عنوان کارکرد زبانی مطرح میشه. دو، امر برنامه هایی است که اصلا مفاهیم زبانی را در قبال خود نداره، بلکه جست و حرکات را در قبال خود داره و در بعض حالات ها در امر برنامه های نماد هم صورت میگیره. پس ما سعی کنیم که کارکرد های احترام را پیدا کنیم که در احترام کردن چه چیزها را در نظر بگیریم. همه که در مقابل حرفایش خاموش هستیم، حرفش به صورت مکمل بشنویم، یک نمونه بسیار بارز از احترام است. همه که به سلیقه ظاهریش یا به کارکردش به صورت مکمل احترام گذاشتیم، خودش یک نمونه به صورت مکمل از احترام است. پس احترام اشکال های مختلف خود را در امر برنامه زندگی داره. چهار، برمیگردیم به طرز محاوره. طرز محاوره در امر برنامه زندگی خیلی ها مهمتر است. متاسفانه ما بسیاری اوقات مهارت محاوره کردن را خوب بلد نیستیم. به گونه حرف میزنیم در حالی که نیت ما جنگ نیست، ولی طرف مقابل فکر میکنه که ما دچار جنگ هستیم. به گونه صحبت میکنیم به طرف مقابل فرصت نمیدیم که هم صحبت خود را داشته باشه. هم در حالی که محاوره از خود قانونهای خود را داره. اگر با تفکر ابتدایی محاوره میکنی، به معنای تحت عنوان سر صدا است، این به جای نمیرسه. اگر با روند تفکر دوم محاوره میکنی، هم تحت در قالب سر صدا و مفاهیم است، به جای نمیرسه. هم اگر با روند تفکر سوم که تحت عنوان تفکر انتزاعی است محاوره میکنی، به این معنا است که هم گوش میکنی هم حرفت میگی، هم در قبال مثلا نیتت خیلی خوبتر است. در قبال محاوره نیت ها خیلی خوبتر است. نیت ها این گونه است. شما جوانان در دوره مکتب اگر درس معلمتون رو خوب نمیخوندین، با شب با خود میگفتین که فردا صبح ما را این معلم استاد نکنه، با صادقانه این معلم استاد تا میکرد، میگفت بگو درس گذشته را. در حال خودت یک دنیا در امر مسئله هم ساخته بودی. ما اگر در ماهوره خود در نیت از این مسئله باشیم که طرف مقابل را آسیب رسانیم، این ماهوره ماهوره درست نیست. هم اگر در نیت مسئله از لحاظ کارکرد انرژی های روانی در تلاش از این مسئله باشیم که نه، طرف مقابل خود را برش زمینه سازی میکنیم که از گفتارهای ما لذت ببره، باز امر امر خوب بوده میتونه. چهار، ببخشیم پنج. پنج میایم سر رابطه های جنسی. مسائل جنسی در کانون خانواده موضوع خیلی جالب هست و مسائل جنسی در بعض حالت ها دانشمندان به این باور هستند که شاید که 70% فعالیت کانون خانواده در قبال خود هم داشته باشه. ولی رابطه های جنسی هم یک امر در قبال خود داره که ما باید در رابطه های جنسی سعی کنیم که همیشه اون مفادهایی را در خرج بدیم که دیگه ضررها را در جای دیگه به صورت مکمل هم نداشته باشیم. اتاق خواب یک اتاق خیلی مقدس است و ما به اتاق خواب باید خیلی احترام بگذاریم. ولی متاسفانه که ما اکثرا گفتگوهای خود را در اتاق خواب داریم.
مشکلات در اتاق خواب است، تقاضا در اتاق خواب هست، جنجال ها در اتاق خواب است و همه چیزهایی که به صورت مکمل در ذهن ما یاد ما در اتاق خواب است، با اتاق خواب باید احترام گذاشت و در هر مسائل جنسی هیچ چیز را به صورت مکمل هم شریک نساخت تا از این موضوع بر روند بسیار عادی یا بر روند طبیعیش لذت ببریم. تمایلات جنسی یک خصلت را در وجود انسان ها داره. انسان ها یک فطرتا از لحاظ کارکرد فیزیولوژیکی یک موجود تنوع طلب هستند و زود به اشباع هم میرسند. اگر ما در تمایلات جنسی خود همیشه یک سبک رو در نظر داریم، این سبک زمینه را مساعد می‌سازه که ما گویا در هر مسئله به اشباع برسیم، یا اگر در تمایلات جنسی تنوع رو در کار نداریم، زمینه را برای اشباع ساختن مسئله مساعد می‌سازه که امر مهم در امر برنامه زندگی هست. شش، برمیگردیم به رابطه با فامیل طرف مقابل. رابطه با فامیل، ما زمانی که اگر به همسر خود احترام میکنیم، خب باید به فامیل هایی که در دور و برش هم هست احترام کنیم. مثل از اینکه ما گفتیم ما همیشه با سه کاتگوری افراد روبرو هستیم. یک، با کسایی روبرو هستیم که رابطه های خونی دارن، پدر ما، مادر ما، خواهر ما، برادر ما، پدرشان، مادرشان، خواهرشان، برادرشان. اما در بعض حالات ها با کاتگوری دوم سر کار داریم که ما اونا رو دوست نداریم، اونا ما رو دوست دارن. از جمله کسانی هستن که اطرافیان ما هستن با نظرداشت یک کارکرد ما رو دوست دارن ولی ما دوستشون نداریم. اما در برنامه زندگی با کسان ارتباط داریم که برعکس، ما اونا رو دوست داریم، اونا ما رو دوست نداره. و چهارم هم داره، چهارم شب برتون یادآوری نکردم، این بارت از کس است، نی او ما رو دوست داره نی ما رو دوست داریم. شما سعی کنین با اونایی که رابطه های خونی داریم، مسئله وعده های غذایی است که همیشه وعده های غذایی به صورت مکمل هم رفت، ولی اونایی که ما دوست داریم و اونا ما رو دوست نداره، این وعده های غذایی نیست. زمینه های یک تلفن است یا که صحبت های از طریق تکنولوژیکی است. و در بعض حالات اگر بسیار ما مشکلات در اینجا پیدا شد، یک اسرانی بسیار کوچک در قبال خود را، هم اونایی که ما رو دوست ندارن و ما هم اونا رو دوست نداریم، باز برنامه ها در امر برنامه زندگی صرف به خاطر ارزش ها هست. همسایه خیلی دور ما هست، روز عید هست، در نماز جماعت رفتیم، ناگزیر هستیم با او عیدی کنیم و بگوییم عید تو بخیر، خیلی روز خوب در خود داشته باشی، ولی به این معنا نیست که دیگه با هیچ رابطه نداریم، به صورت مکمل از صرف نظر کنیم. پس احترام یا رابطه با فامیل همسر خیلی مهمتر است، میتونه زمینه را برای یک موضوع خوبتر هم برای ما مساعد بسازه. هفت، احترام به توانایی. احترام به توانایی طرف مقابل. ما از توانایی های هفت توانایی بسیار خوب در وجود انسان ها هست که توانایی در خود داریم. حالا به وقت کم هستم پیرامون هر هفته صحبت نمیتونم، در جلسات دیگه فرصت بود ان شاء الله خاص صحبت کردیم. یک خانم هست که یک توانایی ویژه داره، خلق العاده در وجودش هست، اما در پلویزی دو توانایی فرعی هم در قبال خود داره. مثلا در امر منطق ریاضیکی خیلی توانایی بالا داره، اما در پلوش کم رسام خوب هم هست و میتونه که در بازارات کم فلسفه هم در خود داشته باشه. ولی ما اگر در برنامه های زندگی توانایی هایش نادیده میگیریم و به توانایش به صورت مکمل احترام نمیگذاریم، خب نشانه بی‌احترامی در امر مسئله هست و زمینه رو برای مشکل موضوع مساعد میسازه. قسمت هفتم، هشتم بخشیم. در قسمت هشتم مسئله توجه مالی هست. مسائل مالی در امر برنامه زندگی یک موضوع حتمی و ضروری هست، اما در قسمت مالی ما سعی کنیم که مدیریت رو کی خوبتر می داشته باشه، آقا خوبتر می داشته باشه یا خانم می داشته باشه. خب معلوم دار هست که در امر مسائل مالی خانم خوبتر هست، به خاطر که ذهن کنجکاو و ظریفانه را همیشه در قبال خود داره. اگر ما از جمله آقای هستیم که میگیم نه ما باک در دست خانم نمیتیم، وقتی ما درآمد مالی خود رو داریم، خود ما هم میتونیم مدیریتش کنیم، این به صورت مکمل اشتباه است، ما رو دچار مشکل میسازه. و قسمت نهم رو برمیگردونیم به امر بچه دار شدن. متاسفانه که این مسئله در جامعه ما به صورت مکمل برعکس است. همین کاروسی کردیم در اولین مسئله این بچه دار شدن رو مورد بس قرار میدیم. همه اونهایی که از حافظه پویای بالای برتر برخوردار هستن، موضوع بچه را میارن در قدم نهم. اونو مسائل رو زمان کل کردن، در اینجا دیگه دچار مشکل نیستن، واقعا هم فرزند خوب دارن و هم در آینده در موردش توجه میکنن. دومش که نکته اخیر است، باز برنامه ریزی برای فرزندان هست که در هم برنامه زندگی فرزندان به کدام طرف سوق داده شود. این نکات هفت ماده بسیار جالب بود که ما رو در همراه موضوع کمک کرد. حالا میایم سر قسمت دومش که تحت عنوان مسئله بینش است، که ما چگونه یک بینش داشته باشیم. در امر بینش زندگی رو اینجاها برمیگردانیم به یک مثلث. زندگی رو برمیگردانیم به یک مثلث و در احترام به همسر این مثلث در خود داشته باشیم. در این مثلث یکی موضوع صمیمیت هست، یکی مسئله مسائل جنسی هست و دیگه شون برمیگردیم به موضوع تعهد. اگر در این خانواده صمیمیت و میل جنسی است، اینو بفهمین که این خانواده فضایش به صورت مکمل رومانتیک است. اگر در خانواده زندگی میکنیم که اینجاها فقط صمیمیت و تعهد است، بفهمین که مشتقانه است و فضای خانواده مشتقانه است. ما نی در حالت رومانتیک نتیجه خوب از خانواده گرفتن میتونیم و نی در حالت مشفقانه نتیجه خوب گرفته میتونیم. چرا؟ زمانی که در امر مطالب رومانتیک غرق میشیم، همش مسائل
ارزامندی نیازهای جنسی مطرح میشه. همو زمانی که در موضوعات مشفقانه غرق میشیم، همیشه تحت عنوان مسئله تشریفات و نظم هندسی کار گرفته نمیتونیم. پس یک زندگی موفق خانواده موفق کسی است که علمی مثلث را به صورت مکمل در نظر داره، هم صمیمیت را در نظر داره، هم میل جنسی را در نظر داره و هم تعاون را در نظر داره. اگر دو تاش باشه، این در قبال خود داره و اگر دو تا باشه، او را در قبال داره. در اخیر برمیگردیم به موضوع آخری که خدمت شما جوانان اشاره میکنم. عمیق گوش کنید این مسئله را که مهمتر است. قبل از اینکه شما دچار یک بحران یا مشکل شوین، با 6 تیپ از افراد ازدواج نکنین و ببینین که افراد از جمله کی است. 1. چی دختر خانم ها و چی آقایان. کسانی که در برنامه های زندگی افسرده هست، مثلا خواهش میکنه با اینا ازدواج نکنین، چون با انسان های افسرده وقتی که ما ازدواج میکنیم از زندگی لذت خوب بردن نمیتونیم، ما را به جاهای برمیگردونه که دچار مشکل میسازه. موضوع خیلی مهمتر هست. 2. کسانی که در برنامه های زندگی 80% را به سکس و رابطه های جنسی میپردازه و 20% را به مسائل اجتماعی با این فرد ازدواج نکنه، به خاطر این فرد عوض‌بازی هست که هیچگاه به سطح اقناع نمیرسه. 3. کسانی که به خاطر شما دختر خانم ها در مواد مخدر وابسته یا مختاط بوده، به خاطر شما مواد مختاط را ترک کرده، با ازدواج نکنه که فرد مفید نیست. زمانی که تونس عزیزترین چیز مواد بود به خاطر تو ترکش کرد، زمانی که به سطح اقناع رسید و به خاطر یک لذت دوم تو را ترک کرده میتونه، کیره در نظر داشته باش. 3. در هم برنامه زندگی با کسانی خیلی ها ازدواج نکو که با خودت شباهت داره از لحاظ بحرانویت، کسی هست که حرفش غور هست، صدایش مردانه است، کرکترش مردانه است، این خانم به درتون نمیخوره، اما آقای است که واقعا صدای زنانه است، رفتار زنانه است، کرکتر زنانه است، هم به درتون نمیخوره چون با تو شباهت داره. و 5. با کسانی ازدواج نکو که در هم برنامه زندگی سویزن است و افراد سویزن افراد خطرناک است، میبرید در پای جهنم، در پای مرگ، طلاق هم نمیتید، با مشکلات مواجه میسازید. از 6 تیپ گذشته 5-6 خدمت شما تقدیم کردم، در نظر داشته باشین. رسیدیم به ختم جلسه، امید که تک تکتون سلامت باشین.